هموطنان گرامی، خانواده عزیز، سلام بر شما. وقتی که شما اخبار و اطلاعات روزانه میشنوین، فقط تمام تمرکز در یک نقطه است: شمال افغانستان. این شمال افغانستان حالا خط جنگ امریکا بر علیه کشورهای متفقین است. البته خط جنگ مشترک پاکستان، امریکا و انگلیسان در پروژه دخیل هستند، به شمول ترکیه. تحرکاتی که ما میبینیم حال ای طرف کم کم نشانه های از یک تنش تازه دیده میشه. به می خاطر این برنامه را من برای شما اختصاص دادم که یک تصویری از خود حضور بظاهر نامرئی امریکا در شمال افغانستان بدیم. چرا در گذشته اینا معاصره بودن، قطعاتشان، ارتششان و پایگاه نظامی حال خود کشیده، عوض خود به سلام پیردار برده اونجا. اما این حل مشکل نیست، تشنج در حال بالا گرفتن است. افغانستان برای امریکا بسیار زیاد مهم است، یک غلط اندازی سیاست مداره ریاکار امریکایی است که میگن افغانستان به ما مهم نیست. خیلی چی میکنی جا؟ یک وقت چرا خلیلزاد رئیس جمهور افغانستان میشد؟ کاندیدا کرده بود خود. به این موضوعش من بر شما اشاره میکنم. امریکا از افغانستان بیرون کرد ارتش خود. در شمال افغانستان ارتش نداشت. اونجا به نیابت از امریکا آلمانیا بودن که کاملا فرمایشات امریکایی ها را اجرا میکردن. در هر حالت آله اینا که بیرون شدن، دلیل چی بود؟ که محاصره تنگتر شده میرفت. هرچند بالا میرفت، یک سرباز امریکایی در یک سال $1,000,000 خرج داشت، به اضافه از اینکه چقدر مهمات مصرف میشد. روزانه خودشان میگن که روزانه $300,000,000 خرج عمومی بود. حال دیگه از امون $300,000,000 بیغم شدن که روزانه همین $1,00,000 شد که به طالب بده، کل پروژه به حساب پیش میره. اما پیش نمیره، به خاطر از اینکه جنگ گرم شروع نشدن روز. در اون زمان مخارج جنگ سرسام‌آور بود، نیاز به صرفه‌جویی مالی بود. خود ترامپ که آمد گفت امریکا در بدر شده، باید صرفه‌جویی شود. اونمو آدم یک کتابی نوشت به نام امریکای ورشکسته و گفت که اگر امریکا خود جمع جور نکنه کارش تمام میشه. آلی هم امو خطر وجود داره از نظر مالی و از نظر به اصطلاح یک انفلاسیون مالی که در اونجا در حال افزایش است. اینا بازم اشاره میکنیم به این که امریکا افغانستان در حفظ موقعیت آسیای خود مهمتر از پاکستان میدانه. منتها به خاطر از این که رایشان پاکستان است، پاکستان راضی نگاه میکنه، میگه ای بر ما مهم است. نه، اگر ای بر شما مهم است، شما میتونین سنگر بگیرین در وزیرستان، در تورخم، در سپین بولدک، تا کنارهای دریای امو چی میکنین؟ میبینیم کشور ما مهمتر از کشورهای منطقه پاکستان است و ما باید موقعیت خود طوری پیدا بکنیم، طوری از موقعیت خود بهره ببریم که همه گیره در یک تنگنا قرار بدیم و همه گیره در صورت نیاز در بدر کنیم. ما این کشور ما اینم که یک کشور است. شما تصور بکنید که اینمی امریکا از افغانستان برآمد، مانایش ایست که مرگ امریکا در قاره آسیا فرا میرسه. وقتی که شما امریکا را در قاره آسیا از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی و از نظر مثلا برنامه های راوردی دفن بکنین، دیگه در کجا استاد خواد باد از او؟ در کدام قاره؟ در افریقا؟ در اروپا؟ دیگه چی؟ اینجا میبینیم کشور ما یک نقطه کلیدی است. من بازم تاکید میکنم که مردم ما بیشتر یک رقم احساس کمبودی برش نسبت به گفته های سخیفانه بایدن ها دست نده. در جنگ فعلی امریکا پاکستان عقبه لوجستیکی است
نه چیزی بیشتر. حالا که تو راست خوب، ما اشاره میکنیم به سال 1388، دمی 2009 که انتخابات دوم برگزار میشد. یک دم انجینیر احسان لای بیات، رئیس تلویزیون آریانا و صاحب کمپانی افغان بیسیم که رابط نزدیکی با خلیلزاد داشت، در یک تکت انتخاباتی قرار بود بیان در مبارزات انتخاباتی بر ریاست جمهوری شرکت بکنن. حتی همی ویدیوی اعلام رسمی خلیلزاد هم به تلویزیون آریانا رسید که خود اعلان کرده بود. اما یکدم دو ساعت بعد انجینر احسان لای بیات آمد، کدام تغییر آمد، اما اعلامیه که ثبت شده بود امور گرفت و گم شد تا امروز دیگه کس، یعنی انصراف داد. کدام گپی شد که خلیلزاد انصراف داد؟ نه، چرا انصراف نده؟ تا که خلیلزاد خود رئیس جمهور افغانستان کاندید بکنه، به اصطلاح رئیس جمهور اعلام شده، چرا بوش نباشه؟ چرا خود بایدن یا جان مکین نمی بود؟ یعنی چی؟ در او صورت باز خب اینال چرا ای پروژه شکست خورد؟ اصلا برای قبل از پاسخ باید بگویم که چرا نباید شکست میخورد. خلیلزاد رئیس جمهور افغانستان ای چی میشد؟ باعث تشدید جنگ و صعود یا به اصطلاح افزایش مخارج امریکا در جنگ آسیایی میشد. فایدهش چی بود؟ هیچ، دیر یا زود شکست میخورد. ای تو یک جهاد شکل میگرفت که بیخیم جهاد سالای 80 بر علیه اتحاد شوروی یادتان میرفت. ایره فهمیدن تیزه کده و اصطلاح لگام خلیزاد کش کدن. جنگ روسیه، چین و ایران در او صورت یک ابعاد دیگه به خود می گرفت. رئیس عجب، یکی از مقامات حزب جمهوری خواه امریکا آمده رئیس جمهور افغانستان شده، گپ چی دیگه؟ در کالونی خود، اصطلاح در مستعمره خود چی می شد؟ او وقت جهاد از جنوب به شمال می رفت. یعنی جهاد زمانی که از محور پاکستان بر ضد اتحاد شوروی سازماندهی شد تا به کنارهای آمو، این دفعه چی میشد؟ از کنارهای آمو موج جهاد می آمد به طرف جنوب و کل کشور. شما شاید فکر کنین که مجاهدین جهاد میکردن بر ضد امریکا؟ نه، او سالهای 80 گو خورد. اگر خلیلزاد خود کاندید میکرد، گروپ های مجاهدین جهاد نمیکردن. مجاهدین رهبرایش مطلق به اختیار خلیلزاد بودن. عکس‌ها رو شما ببینین و در یک قول دادن خلیلزاد اینا احساس و خوشبختی میکردن. عکس‌ها رو شما ببینید، ایران میمانین. کسی که جهاد میکرد استخبارات ایران، روسیه و چین بود. مفرزه های روسیه و ایران جبهات جنگ قوی می ساختن، بیخ یک نیروی دیگه سر بر می آورد. اینا قبلا کارهای غیر مستقیم خود در ولایات شروع کرده بودن. پیش از پیش احسان لای بیات معاون دوم خلیلزاد قرار باشه و خلیلزاد مجوز خود از کاخ سفید گرفته بودن. به اصطلاح در لحظات آخر یک دم اینا انصراف دادن. حتی در غزنی طرفدارانش هم سالون برگزاری همایش انتخاباتی را که قرار برگزار شد سنگباران کرده بودن. ویدیوهای سنگباران به تلویزیون آریانا رسید، اما کلش در آرشیو کردن، پد کردن. طرفدار خلیلزاد و بیات به اصطلاح استخدام میکردن، مردم پول تقسیم میکردن و حتی دکتر عبدالله به یکی از ژورنالیست های معروف تلویزیون آریانا که با او مصاحبه کرده بود، من اجالتا نامشانه میگیرم، گفته بود که برو به احسان لای بیات بگو که تو هم دکانداری خود پیش ببر، یعنی که تو کمپنی تجارتی داری افغان بیسیم و از این قبیل مسائل، تو هم دکانداری تا بکن. جالب نیست؟ حالا من از شما یک سوال دارم، همین دکانداری احسان لای بیات به افغانستان بسیار فایده رسانده یا دکانداری دست خالی به اصطلاح
نمایشی عبدالله کدامش؟ ما خو میگم که دکانداری شخصی عبدالله افغانستان رو در بدر کرد، مقاومت افغانستان منهدم کرد. اما احسان الله بیات با تمام این گپایی که داره که نسبت به بدرفتاری ها بیرحمی هایی که نسبت به برخی از ژورنالیستان ما داشته، باز هم در سطح افغانستان هزار برابر دکتر عبدالله ها مفید بوده. امروز دستگاهی که اینا بر اولین بار در اواخر حاکمیت طالب اول که آورده بودن و بعدا افغان بیسیم و بعدا سیستم اینا بسیار غنی ساختن، ای اهمیتش بر افغانستان اهمیت استراتژیک است. خب به هر حال دیگه هم باقی به شیوه دکتر عبدالله بر از او گفته که تو برو دکانداری تا بکن. تو هم دکانداری که دنیل کجا هستی؟ دکانداری خودت فقط یک 50 جوره دریشی بود و خرچه که از بیت المال میکردی، اما دکانداری باید آدم اما از روی وجدان گپ بزنه. امروز کل افغانستان با هم پیوند میزنه و بر افغانستان بسیار اهمیت داشت. اگر باید مثلا به جای تو می بود که چند دفعه انتخابات مردم برد به دست تو داد، این می رقم خیانته که تو کدی اونم میکرد. خب در اون زمان شکست خلیلزاد در اعلام نامزدی خود به عنوان کاندید ریاست جمهوری، شکست از اون برمیگشت به سبوتاج منطقی، سبوتاج استخباراتی و سرکشی کرزی و عبدالله. اما بیان ببینیم که وقتی که خلیلزاد گیریم که رئیس جمهور افغانستان میشد چی میشد. خلیلزاد بانی و اساسگذار فساد مافیایی در افغانستان است. ما گپش دراز طولانی نمی کنیم که چی رخ از نظر سرمایه گذاری ها و چیزهایی رو که بحث طولانی میکنم. تنها مثالک های بسیار کوچک میزنیم. یک کسی بود به نام ولی منور، دم کوچه گلفروشی خانهش روبرو بود. وقتی که میامد و مثل یک خدای کوچک در بین سرک استاد میشد، امر میداد که این موتر بگو پس کن. موتر در حالی که خانه صاحب خانه موترش استاد میگو پس کن که من میرم از جا. تا بالاخره یک روز شد جنرال جرات در اون زمان با تحریک ضیاء مسعود که یک توهین کرده بود ولی منور به مو سلسله، ایر آمد بسیار یک تکان سختی داد، همی حمله کرد در خانهشم دروازه شکند. اینی می خاندان بجز چپاول و سوء استفاده کدام کار دیگه نمی کردن. فقط من باید مقام باشم، من سفیر باشم، من جنرال کنسول باشم. او در قطر رفت، در قطر دیگه به هیچ کس حساب پس نداد. همی تمام اواید کجا بود به شمول آخرین برداشت هم $45,000 هم بودم در جیب کت رفت. یکی دیگه ایزی وحید منور بود در تورنتو، معلوم نشد که یار کی رقم مقرر می شد. $380,000 از بودجه وزارت خارجه کشیدن که ما یک تعمیر می خریم. این تعمیر امرای یک رنمای یک به اصطلاح مسئول دفتر املاک یک بچه ایرادی که در زوی خانه خرید، رفت خانه شخصی به خود خرید تو رفت، پول وزارت خارجه رو برد که تعمیر برای وزارت بخون برای خود خانه خرید. کی او رو پرسان کنن؟ خوارزاده خلیزاده کی پرسان کنن؟ خودش مقیم کانادا نبود، اما به نام این بچه ایرادی خرید. به یک ما شما این پیسه از روز تا امروز قمار میزد، 10,000 15,000 ای آدم می باخت. 3.5 سال در اداره کنسولی افغانستان در تورنتو بود، مای 30,000 آید امی اداره بود، امی یک پولش و بودجه وزارت خارجه فرستاده نشد، کل شخصی بود اینی می آدم. این اگر قرار بود که مثلا دزدای امریکایی اگر رئیس جمهور افغانستان می شد.
یک مثالش گفتم. یعنی می آدم هیچ کس معلوم نبود که کی مقرر کرده. از اینجا برطرفش کردن، رفت اتریش سفیر شد. او یه امر کرزه تمی کاغذی که این مقرر شده وجود نداشته. با چی میکنه؟ سفیر افغانستان و در این حال نماینده افغانستان در آژانس بین المللی انرژی اتمی. او مردم در غیاب شما این مردم چی کردن؟ یعنی یک چیزایی که من بر شما قصه میکنم به اصطلاح یک مشت نمونه خروار است. تا که بالاخره دکتر اسپانتا ای و داستان از این پایان داد، تیره کشید، ختم وظیفه کرد. وقتی که به ولی منور گفتن که بیایم 45,000 دلار از عواید سفارت قطر بردی، گفتید برو مرا خلیلزاد مقرر کردن کرزی. این برنامه رو به خاطر خدمت شما من توضیح دادم که حال باز هماسا و به اصطلاح بدبستان های در سطح منطقی بر سر سرنوشت افغانستان شروع شده. ما جوان ها، رهبرای جوان، سیاسیون، متخصصین بسیار زیاد داریم، منتها به تناسب از اینا فعالیتشان کم است. اینا بسیار پر روی چشم سفید و بسیار دیده در آستن. نسل جوان افغانستان که نسل متخصص بیدار با وجدان است، اینا یک به اصطلاح کنشگر زورمند در برابر از اینا نیستن. یک مقدار حالت تعرضی در برابر از اینا باید گرفته شود، هم در سطح تبلیغات هم در سطح تعاملات سیاسی. به او خاطر ما در روز آینده ممکن است که بعضی چهرهای دیگه رو در سیاست افغانستان ببینیم که شما اید نمیشناسین. یک دم بالا میام یکی فلانی خان است، باز کلگی کمپاین میکنه که بره کد از او خدا بچسبانه. به این داستان اگر پایان داده نشه در افغانستان دیگه نظام جور نمیشه، از امیال گوشتانه خلاص کرده باشیم. تا برنامه بعد.